مهرامیسترین درودهای من نثار شما مهربانان تماشاگران و فرزانگان گرامی شاد تندرست و پیروز باشید آرزو می کنم هر جای جهان که هستید سربلند و آزاد باشید زیبا شاه ولایتی هستم در برنامه جهان زیبای ما امشب با افتخار و خرسندی با حضور یک پزشک بسیار حاذق ارزنده و ارزشمند جامعه ایرانی خدمت شما عزیزان هستیم امیدوارم برنامه های ایشان مثل همیشه برای شما مفید و آموزنده باشه. امشب با حضور آقای دکتر حمید اسکندری، متخصص طب داخلی، ایشان متولد تهران هستند، فارغ التحصیل از دانشکده پزشکی دانشگاه نیوجرسی، آقای دکتر حمید اسکندری در زمره معدود پزشکانی هستند که با هوم هاوس پس و هوم باوند مشغول خدمت می باشند. آقای دکتر حمید اسکندری در کلینیک خصوصی خودشون هم پذیرای بیماران می باشند. تلفن مطب آقای دکتر اسکندری 949-559-5153 می باشد. بیماهای مدیکر و پی پی او هم پذیرفته میشه. امشب ازشون خواهش خواهم کرد که در رابطه با هوم هاوس پس و هوم باوند بیشتر باتون صحبت کنن و ترجمه فارسیش که یه خورده شاید من بلد باشم یا ایشان بهتر توضیح میدن آسایشگاه یا هر چیز دیگری براتون توضیحاتشون رو میدن خواهش میکنم امشب توجه کنید سوالات بسیاری از هموطنان عزیز بوده که دوست داشتن آگاهی بیشتری پیدا بکنن ضمن خوش آمد به آقای دکتر اسکندری عزیز خوش آمدید متشکرم سلام عرض میکنم خدمت شما سلام عرض میکنم خدمت کلیه بینندگان عزیز خوشحالم که یه بار دیگه قسمت شد در خدمتتون باشم و بتونم سوالاتون رو جواب بدم خب آقای دکتر همونطور که خدمت شما تلفن کردن مردم و به منم همینطور هاوس پس چیست و چه هدفی اصولا داره و خواهش میکنم یه خورده دیپ به قول معروف عمیق در رابطه با کارتون و چه کارهایی شما انجام میدید که بسیار کار شما خیلی با ارزش و مقدسه متشکرم. من خواهش میکنم اطلاعات خودتون رو بدید خیلی ممنون متشکرم من کارم بیشتر به عنوان یک متخصص طب سالمندا اکثر مریضای من مریضایی هستن که سنهای بالاتری دارن ولی خب پزشک خانواده هم هستم مریضای جوانترم دارم بیشتر کار من تو خونه های سالمندا هست تو منطقه اورنج کانتی بیشتر قسمت جنوب و مرکز اورنج کانتی هستم تقریبا تمام خونه های سالمندا اونجا هستم اکثر مریضایی که بعد از بیمارستان نیاز دارن یه مدتی بیان اونجا به صورت کوتاه مدت برای فیزیکال تراپی یا برای درمانشون برای اینکه آماده بشن بتونن برگردن به شرایط زندگی قبلیشون میان اونجا و ما در خدمتشون هستیم خیلی از مریضا که بیمارستان میان خیلی از ایرانی ها دوست دارن پزشکای ایرانی داشته باشن میتونن اونجا بگن و ما اونجا ازشون تیکر میکنیم کاراشون انجام میدیم بعد از اونم که از اونجا مرخص شدن میتونن برگردن و برن دوباره پزشکایی که خودشون داشتن پزشکای خانواده خودشون رو ببینن فقط دوره‌ای که اونجا هستن خیلی از پزشکا توی نرسینگ هم نمیان و ما اونجا کاراشون انجام میدیم البته من دو تا نصف روز هم مطب خودم رو دارم توی ایرواین اونجا مریضای خودم رو میبینم جدای از اونجا جدای از اونام من یه سری مریضای خودم که میان توی مطبم بعد یه مقداری میشه حالشون بد میشه مطب نمیتونم بیام میرم تو خونه شونم مریضای خودم رو میبینم و یکی از کارهای دیگه هم که میکنم همین برنامه هاسپس هست که خانم شاه ولایتی گفتن من با چند تا از کمپانی‌های هاسپس کار می‌کنم مریضاشون رو بیشتر مریضای هاسپس یا تو نرسینگ هم هستن خونه سالمندا هستن یا تو خونه هستن و اونا رو هم میریم می‌بینیم کلاً چون توی این هفته اخیر چند تا خانواده ایرانی داشتم که براشون روشن نبود که اصلا این چی هست هاسپس چی هست چه هدفی داره معنیش چیه با خانم شاه ولایتی صحبت می‌کنیم بنا شد که اصلا امروز راجع به این صحبت کنیم هاسپس یه خدماتیه که دولت امریکا شروع کرده به مردم ارائه بده
اولش که شروع شد سالها قبل فقط برای مریضای سرطانی بود یا مریضایی بودن که بیماری خیلی پیشرفته داشتن. بعد از اون برای اینکه این مریض‌ها خیلی برای دولت امریکا خرج داشت، تصمیم گرفتن یه خدماتی به اینا بدن که اینا رو بیشتر تو خونه نگه دارن و تو خونه ازشون تیکر کنن، نگهداریشون کنن. اینه که این برنامه رو دولت امریکا شروع کرد. الان نه تنها مریضایی که خب سرطان دارن، سرطانی پیشرفت دارن، بلکه مریضایی هم که ناراحتی قلبی، ناراحتی رویه، ناراحتی هایی دارن که خیلی پیشرفته هست، ما میتونیم تو این پروگراما برن، تو این برنامه بذاریم و یه درجات بیشتری بهشون کمک کنیم. چون میدونین افرادی که واقعا بیماری های پیشرفته ریه، بیماری پیشرفته قلبی دارن، کمک بیشتری لازم دارن. اینا بیشتر دوست دارن تو خونه بمونن، خدماتشون رو تو خونه بگیرن و این برنامه هاسپس اینو براشون ارائه میده. بسیار سپاسگزارم، بسیار خوب توضیح دادید، مرسی. اصولا چه افرادی واجد شرایط برای هاسپس هستن؟ کلا افرادی که هاسپس رو اینجوری، حالا امروز زره ماجرای اتفاقا صحبت میکنم با خانم شاوتی، یه ماجرایی که ما همیشه سعی میکنیم ازش فرار کنیم. به عنوان انسان ها همیشه دوست دارن راجع به تولد صحبت کنن، دوست ندارن راجع به آخر زندگی که مرگ میشه صحبت کنن، ولی خب اونم به هر حال یه قسمتی از زندگی ما هستش. اینه که هاسپس کلیه برنامه‌ای که دولت گذاشته برای افرادی که قسمت‌های آخر زندگیشون هستن. حالا به عنوان اگه بخوایم به عنوان تعریفش بگیم، افرادی که در 6 ماه آخر زندگیشون هستن برای این برنامه‌های هاسپس کوالیفای میشن، شرایطشون جوریه که میتونیم روی این برنامه‌های هاسپس بذاریمشون. ولی خیلی بیماری‌ها، خیلی افراد دیگه هم هستن، افرادی که مثلا تو خونه داشتن زندگی می‌کردن، بنا به عللی در عرض 1-2 ماه مثلا اخیر یهو انقدر شرایطشون عوض شده که تقریبا دیگه رو تخت هستن، خیلی ضعیف شدن، جوری که دیگه نمیتونن برگردن تو خونه تنها زندگی کنن، یا بیماری قلبیشون یه دفعه از کنترل خارج شده، خیلی شدید شده. اینا رو هم ما میتونیم بذاریم روی هاسپس پروگراما، بهشون کمک کنیم. خیلی از این افراد هستن که ما میذاریم روی هاسپس بهتر میشن و بعد مجبوریم از هاسپس درشون بریم، ولی خب خیلی هاشون هم این روندشون ادامه پیدا میکنه، روی هاسپس میمونن. و خیلی مواردی هم اتفاق افتاده که مریضی که ما روی هاسپس گذاشتیم خیلی هم بیشتر از 6 ماه عمر کرده. یعنی حتما لازم نیست اینجوری باشه، ولی خب اون یه کمکیه که دولت و کلا گروه پزشکی امریکا تشخیص دادن این افراد در 6 ماه آخر زندگیشون به کمک‌های خیلی بیشتری احتیاج دارن. اینه که اصلا این پروگرامو آغاز کردن و هدفشون هم اینه که برای افراد راحتی بیارن، راحتی که تو خونه دارن براشون بیارن. بسیار ممنونم. هاسپس چه مخارجی برای فرد و یا خانواده‌های طرف داره؟ بسیار عالی. اتفاقا هاسپس یه پروگرامیه که مدیکر همش کاور می‌کنه. یعنی هیچ فرد لازم نیست از جیب خودش خرجی بده برای هاسپس، نه فرد نه افراد خانواده. لازم هم نیست که اصلا مدیکر. افرادی هستن که خب خیلی سنشون زیر 65 سال، میدونین که حالا برای ایرانیایی که حالا گوش میدن، افرادی که تو امریکا هستن بعد از 65 سال دولت امریکا بهشون یه بیمه میده که همه مخارج پزشکیشون رو تقریبا کاور میکنه. ولی خیلی افرادی هم هستن که سن زیر 65 سال دارن. برای اون افراد هم اگر که اون شرایط هاسپس رو داشته باشن میتونن رو هاسپس برن، اصلا به سن بستگی نداره و از اون لحظه که برن رو هاسپس مدیکر تمام مخارجشون و تخت بیمارستانشون و اکسیژنشون و هر چی که میاد تو خونه، نرس پرستارشون و دکترشون و همه رو براشون پرداخت میکنه. چقدر جالب. خب سوال بعدی من، چه کمک هایی در این برنامه به افراد داده میشه؟ که تقریبا شما جواب دادید، ولی خب اگر بازم چیزی هست بله، معمولا کمک هایی که میشه براشون، ببینین فلسفه این اصلا هاسپس اینه که برای فرد راحتی بیاره و اون مشکلاتی که دارن تحت کنترل قرار بده. حالا مشکلات برای فرد ممکنه درد باشه، ممکنه تنگی نفس باشه، خیلی چیزایی که پیش میاد برای فرد. هاسپس شروع میکنه اینا رو براشون کنترل کردن. میگم فلسفه هاسپس دیگه درمان بیماری نیست، کنترل بیماریه، برای اینکه فرد بیشتر عذاب نکشه و فرد رو از اون عذاب کشیدن یه ذره راحتش کنن و نجاتش بدن. و اینجوری که هدف هاسپس در اینجوری هست. بله، اون وقت چه چیزهایی رو شامل نمیشه؟ معمولا هاسپس وقتی که یه افرمی رو هاسپس جوری هستش که دکتر میره تو خونه مریض رو معمولا میبینه، من که مریض خودش بخواد بره مطب دکتر. نرس هایی هستن که مال هاسپسن، هفته یک بار مریض رو میبینن. بعد
یا مثلا مثل بهیار، مالا تو ایران بودم بهیار اینجا بهش میگن سی ان ای، اینا رو میفرستن تو خونه تقریبا هفته ای دو بار که ملافا رو عوض کنن، حموم کنن، این کارهایی که مثلا سخت اینا رو براشون انجام بدن، تخت بیمارستانی رو بهشون میدن، اکسیژن میدن، دواهایی که لازمه همه رو براشون میارن. بعد یه تلفن‌های 24 ساعته هست یا نصف شب شما یه سوالی دارین واقعا احتیاج به کمک همون لحظه دارین، اونا رو جواب میدن. این چیزا شامل میشه، ولی یه سه چیزای دیگه تو هاسپس شامل نمیشه. مثلا اگه یه فردی هست که 24 ساعت لازم داره یه نفر باش باشه، اونا رو خود آدم باید پیدا کنه، یا فامیلیا افراد خانواده باشن یا باید خودشون بدن. و معمولا مکان رو هم جای زندگی رو هم هاسپس پولشون نمیده، مثلا یا باید خودتون تو خونه باشین یا باید توی نرسینگ هوم باشن، که اونام دوباره بستگی داره. بعضی بیمه ها پول نرسینگ هوم میدن که مریض میتونه تو نرسینگ هوم بشه، اگه نباشه تو خونه باید بره و براشون باید یه نفر رو استخدام کنه. بله، چه افرادی در گروه هاسپس شرکت دارن؟ معمولا وقتی راجع به هاسپس صحبت میشه یه گروهی هست که با هم کار میکنن. خب در رأسشون دکتر هاسپس هستش، بعد از هاسپس خب نرسی هستش که میره تو خونه میبینه اون هستش، بعد بهیارا هستن که اونا چند تا هستن کمک میکنن، بعد سوشال ورکرا هستن که خیلی کمک میکنه به افراد خانواده، به فرد، برای اینکه کاراشون انجام بدن، مثلا یه سری کاغذایی بعد انجام بدن، کارهایی که به صورت اجتماعی فرد لازم داره. بعد حتی تو امریکا ما بیشتر به صورت کشیشایی هم هستن که با هاسپس کار میکنن. متاسفانه در فرهنگ ایرانی مثلا خب حالا اونایی که مسلمانن دوست دارن یکی از طریق اونجور بشه، اون کشیشی که هست اصلا تعلیم داده شده برای مذاهب مختلف، ولی من تا حالا کسی رو ندیدم که مثلا واقعا ایرانی باشه و بخواد به راجع به مثلا مسلمان ایرانی یا دینهای ایرانی بتونه باشون رابطه برقرار کنه، ولی اینم جزء برنامه‌شون هست. چون ما ایرانی‌ها زیاد طرف هاسپس نیستیم، اونام از اون طرف به ندرت نرسای ایرانی پیدا میکنیم برای هاسپس، به ندرت کشیشایی یا مثلا که افراد مذهبی، حالا مثلا مال مذهب مسلمونا باشه که بتونه بیاد باشون صحبت کنه، اینا رو کمتر پیدا میکنیم. ولی همین چیزی که مثلا من خودم دارم، اینا رو یه سری گروه دارم برای افرادم که مثلا برای خانواده ایرانی میفرستم و اینا همه با هم کار میکنن. بعد غیر از اینا تازه تو خود کمپانی هم دکترایی دارن که تمام کاغذا رو بعد بررسی کنن، یه پزشک هستش که 24 ساعت آنکاله و یه پرستار هم هست که 24 ساعت آنکاله. اینا همه با همدیگه در یه گروه کار میکنن که بتونن این خدمات رو. بسیار سپاسگزارم. اصولا انسان چه موقع باید به هاسپس فکر بکنه؟ بسیار عالی. اتفاقا اینی که گفتم اون چیزی که آمار نشون داده، با اینکه ما میگیم همه افرادی که میان رو هاسپس 6 ماه آخر زندگیشونه، ولی متاسفانه میانگین افرادی که تو هاسپس هستن و میان رو هاسپس و زندگی میکنن شاید در حدود هفته باشه، 2 هفته 3 هفته، یعنی افرادی که میانگینش بعد از 2-3 هفته میان رو هاسپس متاسفانه فوت میکنن. ولی هر وقت که هر انسان، همجوری گفتم، هر وقت دیدین که شرایط فرد تغییر شدیدی کرد، مثلا افرادی هستن که بیماری دمنشا دارن یا نقصان مغز دارن، یهو تغییر شدیدی تو شرایطشون پیدا میشه. افرادی که ناراحتی ریوی دارن و قبلا همینجوری نفس میکشیدن، حالا نفس تنگی شدید گرفتن، باید حتما رو اکسیژن باشن. افرادی که یه چند قدم راه میرن خسته میشن. این افراد با اینکه ممکنه در نگاه اول ما فکر کنیم اینا 6 ماه بیشتر از زندگیشون بوده، ولی اینا رو میتونیم بذاریم رو هاسپس پروگرام و بهشون کمک کنیم. چون اگه این کارو نکنیم، اینا همینجوری به سرعت شروع میکنن ضعیف و ضعیف‌تر شدن و اون توانایی خودشون از دست میدن. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر اسکندری. چه چیزهایی رو در زمان انتخاب هاسپس باید در نظر گرفت؟ بسیار عالی. اینم برای اینکه هاسپس یک کمپانی نیست. الان یکی از چیزایی که خیلی رشد شدیدی توی به قسمت بهداشت امریکا پیدا کرده هاسپس کمپانی ها، اما اقسام هاسپس کمپانی ها الان هستن، اینه که همیشه هر کسی که با مریضا صحبت میکنه راجع به هاسپس، بعد بهشون 2-3 تا کمپانی رو معرفی کنه، بعد اینا با کمپانی های مختلف صحبت میکنن، اونی که بهتر براشون انتخاب میکنن. همیشه باید اون کمپانی رو انتخاب کنین که اون چیزایی که شما میخواین رو بتونه بهتون ارائه بده، نرین دنبال کمپانی که مثلا حالا بزرگتره یا مثلا اسمش بزرگتره. برای اینکه واقعا بعضی افراد هستن که مثلا بعضی هاسپس کمپانی هستن که دواهای مثلا قلبی، دواهای فشار خون رو قبول نمیکنن، میگن خودتون باید پولش بدید. بعضی دیگه هستن، افرادی هستن که ما خب شرایطشون چه جوریه که براشون
از لحاظ تغذیه با لوله بهشون مواد غذایشو میدن، اونا رو قبول نمیکنن برای که براشون خرج بدن. هاسپیس های دیگه هستن همه اینا رو قبول میکنن، خیلی راحت تر. اینی که باید شرایطتون رو به هاسپیس کمپانی چند تاشون رو با هم دیگه ببینین، باهاشون صحبت کنین، ببینین کد